به نام خداوند بخشنده مهربان سلام شاگردای عزیز امیدوارم که حال همگیتان خوب باشه خوش آمدین به صنف درسیتان ما امروز درس خود را شروع میکنیم با کدام عنوان قدرت عدسیه توانایی عدسیه در نزدیک ساختن و یا دور ساختن اشعه های نوری را چی میگن قدرت عدسیه میگن و یا معکوس فاصله مهراقی قدرت عدسی است. اگر قدرت عدسی به سی نشان داده شود ما ای رابطه را داریم. ببینین در مورد قدرت عدسی بستگی به چی داره به فاصله مهراقی ما داره. در این عدسی ای که هست از نوع محدب الطرفین ببینین فاصله مهراقی نسبت به عدسیه بسیار کمتره زمانی که فاصله مهراقی کمتر باشد یعنی عدسیه ما توانایی بیشتری دارد در اینکه اشعه های نوری را در یک نقطه جمع بسازد. ولی اگر این فاصله مهراقی از عدسیه ما دورتر باشه میخوایم ببینیم که آیا قدرت عدسیه برای نزدیک کردن اشعه ها زیاد است یا کم است ما در این شکل فاصله مهراقی را در اندازه کم داریم اما بیان که با هم دیگه یک شکلی بکشیم که فاصله مهراقی زیادتر باشه ببینیم که اشعه ها به چه صورت به فاصله مهراقی ما میرسند پس با هم دیگه عدسیه رو میکشیم که عدسیه محدبل طرفین هست و ما برای کشیدن عدسیه از سمبل استفاده میکنیم سمبل عدسیه به این صورت بود و ما محور اصلی را میکشیم محور اصلی را کشیدیم در شکلی که در برای شما نشان داده شد فاصله مهراقی بسیار خرد بود اما بیاین که این دفعه فاصله مهراقی را با همدیگر زیاد بسازیم ما در این نقطه فاصله مهراق را مشخص میکنیم حالی عشقه ها باید به صورت موازی به عدسیه ما برخورد کنند اشعه با و... وقتی که به صورت موازی به عدسیه برخورد کنه به چه صورت انکسار پیدا میکنه به صورتی که از مهراق پس ما یک اشعه را به صورت موازی با محور اصلی در قسمت بالا میکشیم و یک اشعه هم در قسمت پایین به صورت موازی با محور اصلی رسم می هر دو اشعه بعد از عبور از عدسیه انکسار پیدا می کنن. توری انکسار می که از کجا تر شوند؟ از مهراق. ببینیم؟ اشعه پایین از محراق تر شد و اشعه بالا هم باید از محراق تر شود پس اشعه بالا را با هم دیگه رسم می کنیم هر دو اشعه انکسار پیدا کردن اگر فاصله مهراقی ما در این قسمت می بود می دیدیم که قدرت بیشتری عدسیه داره تا بتانه هر دو را به هم نزدیک بسازه اما هر چقدر که فاصله مهراقی دور شده رفته توانایی عدسیه در نزدیک کردن اشعه ها چی شده؟ کم شده حالا بیاین که با همدیگه شکل بعدی را ببینیم که شکل بعدی برای ما کدام عدسیه را معرفی کرده در این شکل می بینیم که ما عدسیه مقعر طرفین نداریم. فاصله مهراقی در عدسی های مقعر به صورت مجازی می باشد ما می بینیم که فاصله مهراقی در عدسی مقعر ما در یک فاصله نسبتا دورتر می باشد زمانی که اشعه ها به صورت موازی با محور اصلی به عدسی برخورد می کنند توری انکسار پیدا می کنند که امتداد یافته آن از مهراق چی باشه بگذرم و در عدسیه مقعر شما ببینیم که ای اشعه ها از همدیگه دور شدن از این خاطر ما این عدسیه را می گفتیم عدسیه چیه؟ متباعده اما حالی اگر مهراغ ما در فاصله کمتری از عدسیه قرار داشته باشن به نظر شما چه اتفاقی میافتن؟ من فکر میکنم که اگر فاصله مهراقی ما کمتر باشن توانایی عدسیه برای دورتر کردن ایش آهای نوری بیشتره بیاین که با هم دیگه یک حالت دیگه از عدسیه مقعر با هم دیگه بکشیم باز هم برای کشیدن عدسیه مقعر ما از سمبولش استفاده میکنیم سمبول عدسیه مقعر به چه صورت بود؟ گفتیم کاملا برعکس عدسیه محدب ما عدسیه مقعر کشیدیم برای این عدسیه خود محور اصلی رو رسم میکنیم در شکل فاصله مهراقی خیلی دورتر بود اما ما فاصله مهراق را نسبت به عدسیه کمتر نشانی میکنیم حالی شعاهای ما به صورت موازی با محور اصلی به عدسیه برخورد میکنن یک شعا در قسمت بالا و یک شعا در قسمت پایین به عدسیه برخورد کنن حالی ای شعاها قراره از عدسیه ما تر شود و انکسار پیدا کنه. گفتیم اشعه های ما قسمی از عدسی عبور می کنن که امتداد یافته ای آنها از کجا باشه؟ از مهراق باشه پس ما از مهراق تا عدسی را به صورت فرضی رسم می کنیم و در این قسمت ما اشعه را می کشیم ببینین اشعه قسمت پایین دور شد حالی بیاین که در بالا ببینیم باز هم اشعه ما باید به صورت فرضی از کجا شوم از مهراق و ما اشعه اولین هم اگر رسم کنیم میبینیم که هر دو اشعه ما از همدیگر دور شدن پس هر چقدر که فاصله مهراقی کمتر باشه توانایی عدسیه در دور ساختن اشعه ها هم بیشتر میشه و ما برای شما معرفی کردیم گفتیم که قدرت عدسیه از خود یک رابطه داره که این رابطه هست سی مساوی است با یک بر F گفتیم که توانایی یا قدرت عدسیه را ما با حرف سی نشان میدیم که معکوس فاصله مهراغی هم حالی از خود یک واحد اندازه گیری هم داره ما فاصله محراقی را با متر اندازه گیری میکنیم ببینین یک بر متر یا اگر ما بخوایم متر را در بالا بیانیم نوشته میکنیم ام به توان منفی یک که این منفی یک نشان دهنده ایه که جای متر در کجای در مخرجه و خود قدرت یا توانایی عدسیه واحد اندازه گیری داره به نام دیوبتری که ما ایدیوب تری را با حرف دی خورد نشان میدیم حالا بیاین که با هم دیگر یک مثال هم حل کنیم در رابطه با این فرمولی که خواندیم اگر فاصله مهراقی ما دو متر باشد مثلا اف ما اندازه چند باشد؟ دو متر به ما میگه توانایی عدسیه را پیدا کنیم پس ما رابطه را داریم سی مساوی است با یک بر اف حالی سی مساوی است با یک در جای خودش ما به جای فاصله مهراق میبینیم واحد اندازگیری دو متر داریم واحد اندازگیریش متر پس نیاز نیست که ما این را تغییر بدیم یک بر دو میشه چند سفر اشاری پنج واحد اندازگیری قدرت عدسیه چی بود؟ دیوبتری که ما با حرف دی خورد نشان میدیم حالی اگر ما فاصله مهراقی را داشته باشیم که به متر اندازه گیری نشده باشم مثلا برای ما به سانتی متر بدم برای ما بگه فاصله مهراقی یک عدسیه باشه 200 سانتی متر شما بیان که فاصله مهراقی را ما باید به چی تبدیل کنیم به متر ما میفهمیم که یک متر ما هست 100 سانتی متر 200 سانتی متر میشه چند متر که میشه چند همون دو متر دو متر ما پیدا کردیم فاصله مهراغی را که باز هم شما میتونین بگین سی مساوی است با یک بر اف که شما قدرت عدسیه را پیدا میکنیم حالی که با همدیگه قدرت عدسیه را شناختیم و یاد گرفتیم بریم سراغ عنوان بعدی عدسیه های مرکب عدسیه های مرکب میگه هرگاه در یک وسیله نوری از دو یا چندین عدسیه استفاده شود عدسیه های مرکب حاصل می شود در عدسیه های مرکب توان عدسیه مساوی است با حاصل جمع توان عدسیه های تشکیل دهنده آن عدسیه ما مرکب یعنی چندین عدسیه با هم یک جای شدن عدسیه مرکب را جور کردن حالی ما میخوایم توان این عدسیه را پیدا کنیم برای پیدا کردن توان این عدسیه ما تمام توان های عدسیه های تشکیل دهنده را با هم دیگه جمع میکنیم سی یک جمع سی دو جمع میبینیم سه تا سی ان که تعداد عدسیه های تشکیل دهنده باشن و همچنان برای پیدا کردن فاصله مهراقی ما رابطه را خواندیم گفتیم که برای توان عدسیه ها ما داریم یک بر اف یعنی فاصله مهراقی کجا باشد در مخرج باشد پس ما به جای توان عدسی کلی میتونیم نوشته کنیم یک بر اف مساوی است با یک بر اف یک جمع یک بر اف دو تا جمع یک بر اف بیاین که با هم دیگه یک مثال حل کنیم اگر برای ما بگن در عدسیه های مرکب توان عدسیه اول باشه 5 دیوپتری و توان عدسیه دوم باشه 3 دیوپتری و توان عدسیه سوم باشه 6 دیوپتری شما باید توان عدسیه را به صورت کلی پیدا کنیم ما رابطه را خواندیم C مساوی است با C1 جمع C2 جمع C3 ما میبینیم که از سه توان استفاده کردیم حالا بیاین که با هم این مقدارها را جایگذاری کنیم C مساوی است با مقدار توان اول چند پنج دیوبتر جمع توان دوم ما سه دیوبتر جمع توان سوم ما میشه چند؟ شش دیوب و مقدار اینها میشه چند؟ یازده جمع سه میشه چهارده. واحدش هم چی میشه؟ دیوبتری تری. حالی اگر ما فاصله مهراقی را داشته باشیم و بخوایم که پیدا کنیم میگیم که یک بر اف مساوی است با یک بر اف یک جمعه یک بر اف دو جمع یک بر اف سه. شما میتونین فاصله های مهراقی را در این مخرج ها قرار دادم و فاصله مهراقی کلی را پیدا کنیم. این بود از درس امروز ما. امیدوارم که این درس را به خوبی یاد گرفته باشین تا جلسه بعدی همه شما عزیزان را به خدای بزرگ میسپارم.